به نام خدا، من منصور برزگر متولد 12 اسفند 1326 هم در محله عباسی خاکی به دنیا اومدم. تو محله سرسبیل و آریانا و مرتضوی بزرگ شدم. برادرای منم کشتیگیر بودن، من کوچکترین برادر. ما خانوادهمون یه خانواده شلوغی بود، 6 تا برادر بودیم، 1 خواهر. پدرم، من 7 سالم بود که پدرم از دست دادیم، متاسفانه در اثر سکته مغزی فوت کرد. مادرم هم بهش گفتن شوهر کن، گفت من شوهر کنم منصور که من باشم. خواهرم زهرا رو منصور بدم، کلفت زهرا رو بدم نوکر. برادرام بزرگ بودن، گفت شما خرجی بدید من بچه‌مو بزرگ کنم، و وایساد تا زمانی که دیگه فوت کردن. در اون زمان ها زیاد ورزش های دیگه مثل فوتبال و اینا اینقدر مطرح نبود، نه که نباشه، ولی بزرگترین افتخار همه ورزش باستانی بود و کشتی. به خصوص سال 1961 که تیم ایران قهرمان جهان شد، 12 سال 11 سال هم بود، خط سیری که توی این جاده مخصوص میگفتن اونجا واسه همه بسته بودن، همه ما رفته بودیم. باور نمیکنید این بر اون بر خیابون پر بود، و تیم و سوار جیب کرده بودن و تختی و حبیبی و اینا همه اونجا بودن که تیم اول شد. من کشتی رو از باشگاه البرز شروع کردم، اونجا مربیش اولی که رفتیم حاج عبدالحسین فعلی و منصور اینالو بود. بعد حاج فعلی رفتن، منصور اینالو بود. از اونجا من رفتم باشگاه عزت فردوسی، منصور تبریزی مربی بود. سال 48 که قهرمان کشور شدم با آقای خادم کشتی گرفتم، تو مشهد مساوی شدیم. بعد آقای محمد خادم پدر رسول و امیر اومدیم، کلی با من دعوا کرد که تو چرا مساوی شدی. به منم گفتن اگه تو پای چپ تو بذاری آقای خادم اذیتت میکنه، پا راست تو بذار. تو 5 دقیقه اول من عقب افتادم. یه دفعه منصور تبریزی اومد، داد و بیداد، چرا گاردت عوض کردی؟ یه 2-3 تا هم تو صورت ما زد، و بعد که من گاردم رو راست کردم دیگه کشتی مساوی شد، 2-2 مساوی شد. من کار مکانیکی میکردم، البته خانواده ما همه آهنگر بودن. من رفتم مکانیکی که اونا زیاد نفوذ رو من نداشته باشن. به مادرم هم که گفتم، گفت من حمایتت میکنم. بعد ما رفتیم مکانیکی، و بعد رفتم ایران کاوه. خدا بیامرزه اسخر قنچی رو، اون دیزل ماک رو میساختن. به معنی که ما رفتیم اونجا، اصلا 20 سالمون بود، منو صدا کرد دفتر، گفتیم ای چیکار کردیم، ما که کاری نکردیم، نکنه بازم میخوام ما رو اخراج کنن اینجا. اون وقت دورا قپون بود، گفت تو کشتیگیری و بعد سوالاتی کرد، و گفتم بله. گفت اینا همه بیارزن تو رو بشه رئیس خط. یعنی 10 تا کارگر رو گذاشت زیر دست ما، و ما شاسی جمع میکردیم. من سال 71 به عنوان رزرو فرهنگ دوست رفتیم بلغارستان، وارنا توی صوفیه. سال 72 محمد فرهنگ دوست گردن این ضرب خورده بود، من شدم تیم ملی، رفتیم اونجا با بردن روس، و من روس رو ضربه کردم، ژاپن رو نیم پوانه کردم اینا، ولی از دیگر افتادم، اوت شدم. اگه این قانون بود حتما مدال میگرفتم، ولی این قانون نبود دیگه. به هر صورت اولین حضورمون اونجا بود. بعد سال بعدش 73 تهران بود که من اول شدم. سال 1974 ما آسیایی کشتی گرفتیم که تیم ما هم اول شد با 5 تا طلا. 75 من یه نقره گرفتم، 76 من یه نقره گرفتم، 77 باز من یه نقره گرفتم. هیچ وقت یادم نمیره، من دارالفنون میرفتم کلاس، آقای عبدالله موحد اونجا تمرین میدادن. خیلی ساده به من گفت برزیگر مواظب خودت باش، دیگه اینا هیچ کدوم نمیتونن مدال بگیرن. خب همون سال نوایی مدال گرفت، آقای فروشی گرفت، آقای جوادی گرفت. و از سال 74 به بعد که 74 البته تیم نرفت، 75 به بعد 3 سال من یه نقره گرفتم.
سال 77 مسابقات کاپ بود اینجا، من خدافزی کردم دیگه، یعنی کارم به جای رسید. بعد از من خواستن که مربی تیم ملی بشم. من سه بار با مباحد کشتی گرفتم، دو بارشو که باختم، یه بارم اصلا باهاش کشتی نگرفتم. مسابقات کاپ بود، ایشون با کاظم غلامی مساوی کرد، منم با کاظم غلامی مساوی کردم. بعد من دیدم که عبدالله مباحد با اون احمد محمدی تو تمرین که تمرین میکردن، هنس فریکش کش اومد و پاش درد میکرد. گفتم آقا من میدونم پای تو اینجوریه، من نمیگیرم باهات و کشتی نگرفتم باش. سال 68 ایشون با یه خاک منو بر قهرمان المپیک شد. 82 هم با کشتی گرفتیم. 68 69 70 من رفتم 74. عبدالله مباحد یک انسان کامل بود که من ازش خیلی درس ها گرفتم. 6 سال هیچ کس نتونست یه خاکش بکنه و غیر از کشتی تو مسائل دیگه هم خیلی جلوتر از بقیه تیم بود. چه سالی وارد مربیگری شدی؟ همون سال 77 که من 77 اینا که من میگم میلادی و من همه میلادی میگم 77 میلادی از من خواستن که مربی بشم. بعد که اومدن جایزه بدن گفتن خواسته شده که شما مربی بشی. گفتم چشم، اجازه بدید فکر کنم. بعد اومدم پیش آقای بلور، گفتم آقای بلور این همه پیشکسوت هست چرا من؟ گفت این پیرهن فقط به تن تو برازنده است و ما تا اومدیم ثابت کنیم برازنده است 40 خورده سال عمرمون رفت. من که مربی شدم روش تمرین رو تو مربیگری عوض کردم و کشتی آزاد رو با فرنگی قاطی کردم. خدا بیامرزه فریدون بهنامپور، حسن بابک، علیرضا لرستانی رو می آوردم با سنگین وزنای ما کار میکرد. آقای سوخت سرایی 73 4 5 6 7 5 سال تیم ملی بود ولی هیچ مدالی نگرفت. 78 بعد از سال 1973 که تیم ما دوم شده بود، سال 78 تیم ما سوم دنیا شد. محبی با اون دوتا سنگین ها فرنگی کار کنن. فرنگی آزاد؟ نه آزاد کار نکنن. فرنگی؟ آره. حرکت های ما، کوچینگ ما به جایی رسید که سال 1995 منو به عنوان بهترین کوچ دنیا انتخاب کردن فیلا. خود منم، یعنی ما نرفتیم توی جلسه به خاطر مسائل سیاسی، ما گفتن شما نرید. و اون زمان اصلا ما رفتیم اونجا تو نماز جمعه، آقایون گفتن که اینایی که خاک آمریکا خوردن و فلان اینا، ما گفتیم بچه هواپیما تو اوین میشینه. تیم آمریکا رو هم داشتیم میگرفتیم، اگه اون مسابقات تو آمریکا نبود ما تیم آمریکا رو هم گرفته بودیم. ولی خب داوری و اینا، مسائل پشت پرده و اینا، که آقای رفسنجانی گفت ما بدون جنگ و خونریزی سرود جمهوری اسلامی رو تو قلب آمریکا زدیم. گفتیم خب بچه‌ها دیگه خبری نیست. المپیک سئول در حدود یه ماه مونده یا دو ماه مونده، آقای هاشمی تمام من خواست که اینا نمیتونن تیم رو جمع کنن، شما بیاید. تیمم بسته شده بود، یعنی آقای توپچی رو انتخاب کرده بودن، اصلا تیم رو بسته بودن، اسامی هم رد شده بود. یعنی من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، فقط کشتی گذاشته بودن بین 82 تا که اون افغان انتخاب شد، چون حسین محبی نیومد، حیف هم شد کشتی بگیره. و بعد میانی با حالت دست پا بسته، خلاصه ما تو اون یه ماه شروع کردیم بچه ها رو جمع کردن و فلان اینا، که دو تا بچه ها مثل علیرضا سلیمانی و آقای کاظم غلامی رو که همینجا خط زدن، ما هم تو فرودگاه گفتن شما نباید بیاید. گفتیم خدا پدرتون بیامرزه. گفتم بچه ها مواظب خودتون باشید. رفتیم اتفاقا افتادیم، گفتیم کاسبی کنیم. یه جمله خیلی خوبی آقای ترکان، ما وقتی جلسه گذاشتن با آقای فلاحیان رئیس اطلاعات بود، گفتم آقا شما ما رو میبرید تو فرودگاه، اینجوری میشه اینجوری میشه، با آبرون ما نمیخوایم کار کنیم. گفت من قول میدم دیگه هیچ ورزشکاری رو تو فرودگاه ما برنگردونیم. و از اون تاریخ هم، و عجیب بود
هیچ کس بر نگشت تو فرودگاه، اگه کسی مشکل چیزی داشت قبلش انجام میشد. حتی من شنیدم که خلخالی بلند شده بود تو مجلس از این کار انتقاد کرده بود و اما دفاع کرده بود که چرا ورزیگر از تو فرودگاه. از خواهد در این دوری که شما برگردوندن چی بود؟ خودتون فهمیدید؟ یکی از آش این بود که سال 73 من 10 تا کشتیگیرم رو رسونده بودم سر وزن. اومدیم سر وزن کشی، آقای سیفی خانی با اسرائیل کشتی گرفته بود، اومد گفتن شما کشتی رو ترک کنید. برای چی؟ ما هم دیگه عصبانی هرچی دلمون خواست گفتیم. من نه جزء حزبی هم نه جزء چیزی هستم، ولی حرف دلمو میزنم، از هیچ کسی هم ابایی ندارم، حقیقت رو میگم. حالا بعضی هم میخواد خوششون بیاد بسید، چون نه وابسته به جایی هم نه پست میخوام نره. گفتم من دو دفعه ضرر کردم، زمان شاه کراوات نمیزدم، حالا هم ریش نذاشتم. من زمان آقای سیروسپور هی میگفتن تو مربی بشه، ما نمیشدیم. اون یه استادیومی رو آقای مرادیان توی نهاوند میخواست افتتاح کنه، ما رو بردن اونجا. آقای خاتمی اومد بعد گفت چرا قبول نمیکنی؟ گفتم شما هم کنید ما قبول میکنیم. گفت ما هم نمیکنیم، دعا میکنیم که هر جا هستید موفق بشید. متاسفانه به خاطر مسائل سیاسی خیلی از جوانای ما بین رفتن، مثل سوخت سرایی، مثل محبیا، مثل زرنی، مثل حتی کت خدایی. خب ما دهه 83 تیم خوب من 7 المپیک مربی بودم، لس آنجلس تیم نرفت، مسکو تیم رو نفرستادن، سئول منو برگردوندن، 4 تا المپیک هم من رفتم. حتی المپیک چین هم من میتونستم برم، بعد گفتم من نمیمونم، دیگه نرفتم. حتی چینی ها من خواستن که باشم واسه المپیک چین اونجا باشم، گفتم من خودم تهران کار دارم. امیررسول اولین باری که بودن سال 83 بود که مسابقات کاپ چیز بود، کاپ تختی بود، تو کجا؟ تو بندر عباس. باباشون اینا رو آورد اونجا. رسول 48 تا اسم گرفت، امیر هم 62 تا. ما به خاطر احترام باباشون گذاشتیم کشتی بگیریم. بعد که اومدن تو اردو از اون سالا هم بازی به نظر ما بودن، ما با هم کار میکردیم. اون چیزایی که من به نظرم میرسید میگفتم، شاگردای بچه های خیلی خوبی بودن. تمام کشتی ها رو، حتی زمانی که میخواست کنیماندی رو کشتی بگیره تو آرنا ببره، حتی روسا هم اومدن با ما، بچه های روس که من میشناختم اومدن با هم کار کردن و گفتن اینجوری کن، دستاش اینجوری، و اونجا بردش. جلو بودم من از برادر خادم، حالا رابطه تو خواستر بود نسبت به بقیه شاگردان؟ من با همه یکسان بود، واسه من فرق نمیکرد، رسول خادم، امیر خادم. مثلا آقای جدیدی 17 سالش بود اومد سازمان آب، حالا یا آقای دبیر، باباش مربی فوتبال ما بود که خودش هم اخیراً گفته اومد سازمان آب، 38 کیلو یا 28 کیلو بود اومد اونجا. من هر کی رو دیدم استعداده باش کار کردم. نمونش آقای حیدری، فرستادش مربیشون یه جلسه پیش ما، من دیدم با اون حسین اکبرنژاد خیلی قشنگ تمرین کرد. گفتم چند سالته؟ گفت 17 سالت. تیمم داشت میرفت جهانی. گفتم چرا باید جوانان نیستی؟ گفت نمیدونم در آوردم. گفتم فردا بیام من با آقای مویزی پور، خدا بیامرزتش، بهش بگم. ما آوردیمش فردا، اومد فدراسیون و فدراسیون هم بغل سالن امجدیه بود. من اینو بردم گفتم آقای مویزی پوریشون کشتیگیر خوبه، اینو آزمایشش کن. من رفتم فدراسیون و اومدم دیدم داره میره. گفتم علی کجا؟ گفت آقا ما رو دو دریه کرد، اینا نمیدونم فلان کرد. دستش گرفتم بردم، گفتم حاجی من نگفتم اینو انتخاب کن، گفتم اینو آزمایش کن، این کشتیگیر خوبه. همون سال بردش یونان، سوم دنیا شد. بعد اومد شد علیرضا حیدری. رسول خودم خیلی متفکر بود. وقتی یه حرکتی رو بهش میگفتی عین اون حرکت رو پیاده میکرد. نمونش این به اون جکسون و به اون آلمانه توی بارنا باخت با اختلاف 10 تا 12 تا.
کوین جکسون. وقتی رفتیم بارسلون صبح بود، من رفتم بالا سرش گفتم تو چرا خاک میشی بدو میشی؟ گفت آقا من بدو میشم، حالا من از شب تا صبح دارم فکر میکنم. گفتم نه، تو اگه بلوشی به هم اینا فیتیل بارانداز میکنم تو رو میبرم، تو مثل قدیمی ها بشی، اینا بارانداز کار نیستن. آلمانیه رو برد جکسون، هم تا 10 سنه و آخر وقت جلو بود، یه دفعه خواهش مصابی شدم، بعد رفت تو وقت اضافه بهش با اونجا سوم شد. قبل از تورن جهانی تورنتو 93 آقای غفوری فر من خواست، گفت اینا تیم جمع کن نیستن، باید بری تیم رو جمع کنی. آقای صنعتکاران اومد و یادش بخیر به چند تا سکه به من داد، چند تا سکه بود، گفت باید بری. گفتم آقا من نمیرم، این چیز نیست. گفت نه باید بری. من سوال داد آقای جهیدی یه صحبت کردم، گفتن که آقای برزگر الان 7-8 سال چاله چولای تیم ملی رو با من پر میکرد. هی حرف زیاده، اگه بخوایم بگیم حرف زیاده. من اگه بخوام بگم، من یک کلمه فقط گفتم آقای جهیدی تو اومدی گریه کردی من با این کشتی نگیرم با آقای حیدری، با آقای رسول خودم هم اصلا سال 93 تموم شده بود که عباس جهیدی بره صد بالا، صد تا رسول خودم 60 چیز بگیره 90 تا، که من اومدم شدم مربی گفتم نه عباس جهیدی 90 تا انتخاب شده و 90 تا بگیره، رسول خودم رو فرستادیم 100 تا که رفتیم اونجا و برگشتیم گندش در اومد، آقای جدیدی دو پیگی در اومد، دوره بعدش هم از من 90 تا بگیرم، اومدن دیدیم 103 تا 98 تا به شاهد همه بچه ها که دیگه رفت 100 تا، 130 تا هم خودش خواست بره، ما بهش نگفتیم. یه سوال میکنم اشون آقا تو امسال، گفتم برو بالا سال دیگه میمدی پایین میگرفتی، چرا رفتی؟ دکتر گرفتی وزنتو زیاد کنی، میمدی پایین میگرفتی. نه من میخوام توی این بس پشتیم، ما که انتخابی داشتیم. سیدنی هم پس خودش رفت. بعد آقای جدیدی اگر مسئله بوده شما 4 بار با آقای حید رضایی باختید، چرا شما رو بردن؟ من خیلی حرف دارم ولی نمیگم، فقط همون چنده که همه میدونن من گفتم. اجازه هم ندارم مسئله گرچه یه روزی با خودش روبروشیم بهش میگم. امیر خادم 82 انتخاب شد و 82 گرفت. اصلا به امیر خادم رسول خادم 92 سالا عباس جدیدی که 2 سال معروم بود، من برش داشتم بردمش ترکیه، گفتم تو کشتی میگیری سال دیگه، کشتی ها رو ببین که فردا جا نیفتید. انشاءالله یه روزی خود آقای لطیفی، با لطیفی هم اتاق بودن، آقای لطیفی خودش بگه چی شده، من نمیگم. ایشون من بگم، یعنی من نذاشتم از کشتی دور بشه. وقتی اومد تو سالا من تحویلش کردم، گفتم نرمش میده، نگفتم دو پینگی برو دنبال زندگی. ما حالا تنها کسی رو که ما اعتراض کردیم سر دو پینگش عباس جلیلی. وقتی آقای دکتر توکل از جلسه اومد گفت من خجالت کشیدم از که دستگاه سوخته بود. عباس جهیدی پهلوان بود، خیلی خوب بود، حتی تو سیدنی هم میتونست مدال بگیره. در آستانه المپیک میام میگم بازیگر بیا تو تیم وجود کن. حالا اینجا این میگه من میخوام برم پایین، اون میگه من میخوام برم بالا، اون میخواد من کشتی نمیگیرم. چجوری؟ نمیتونی. نمونش همین سر فوتبال ما، آقای ایکس اومد شد رئیس فدراسیون فوتبال، رفت اون کیاروش بعد آقا تو یه ما چه غلطی میخوای بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، علکی از نفر اومدی پول بگیری با یه مش تقسیم کنی بری. بعد سیدنی آقای طالقانی دوباره سیروسپور رفت، آقای طالقانی بود، رفت آقای کاوه و ایکس و ایلا رو، باز دوباره تو آستانه چیز آتن آقای هاشم توان پاس این کار نیستن. ما اونجا باید هیدری ترامی گرم،
جلوم اون ازبکه، خب اگر من دو دوره از اون ازبکه کشیده دادم این به اون ازبکه نمیباخت و روسا هم همه ترسشون این بود که این بخوره به روسه، قصابیش کردم. حالا به لحاظ کسب افتخار حداقل یه ذره خالی نشده کشتی؟ نمیدونم والا، با نبودن روسا تیم ما اول نمیشه، یه خورده جای حرف داره. من با آقای یزدانی خورم سر دو تا موضوع بحثمون شد. یکیش یه صحبتی خدا بیامرزه من با سیروس پور کردم، بعد سیدنی اومد منو مواجه کرد، گفت منو ببخش، من افهمیدم. با آقای یزدانی خورم هم گفتم چون تو این کارو کردی من خدا پس. من مربی فیلا بودم دیگه، بدونی که من باشم سفره انداخته باشم پولی داده باشم، طالاقانی اسم ما رو داده بود جز پنج تا مربی فیلا ما رو انتخاب کردن که منو میفرستادن مثلا چین و کشورهای دیگه، من کلاس میذاشتم. آقای یزدانی خرم اسم منو نداد، گفتم آقای یزدانی خرم شما همه جور محبت کردی، شما حقش بود اسم منو میدادی، اونا من انتخاب نمیکردن. وقتی چون ما رو من دیگه با چی با تو کار کنم دیگه کار نکردم. ما تو المپیک آتلانتا بهترین تیم رو داشتیم که متاسفانه به خاطر مسائلی تیم سه تیکه شده بود، خادما، گروه فلا، فقط عباد جهیدی با من بود، همش با هم بودیم که باید عباس هم اونجا باید جلو آمریکایی حقش رو ضایع کرد. چه ذره توضیح بدید خادما و فلا دیگه خودشون باید بیان توضیح بدن. بله، علتش عدم مدیریت آقای ایکس بود که یه آقای را آورد، بچه ها می رفتن. زمانی که آقای رسول خادم هم رئیس فدراسیون همون، گفتم این یه بوم و دو هوا نیست، کشتی که تکلیفش رو می دونه، مربی یه چیزی بگه، رئیس فدراسیون یه چیز بگه، یه بوم و دو هوا هیچ وقت موفق نمیشه. ما الان رئیس مدیر تیمای ملی انتقام میکنیم بهش دیگه، رئیس فدراسیون حق نداره بره تو کارش دخالت کنه. کشتیگیر اومد پلوش دیگه به من مربوط نیست، برو پلو خودش. متاسفانه همیشه خوبا رو خودشون برام داشتن، بعدن میگفتن این کرده. حالا تو کمیته فنی میشستی هزار تا حرف میزدن، آخرش هم میمدن بیرون میگفتن نه، حرفای خودشون رو گفتن برزگر گفت. برای المپیک آتن دو تا انتخاب جنجالی وجود داشت، یکی علیرضا دبیر بود که خیلی هم گفتن باید با اسقر وزیری انتخابی بذاریم، که یعنی دبیر بدون هیچ مسابقه ای رفت و نتیجهش همون شد. حالا اینو توضیح بدین بعد بریم سراغ همین دبیر. دستش خراب شده بود، تمرین نمی کرد. اسقر وزیری هم سر 63 کیلو یا 62 کیلو مشکل داشت، وزنش 74 کیلو بود که بعد از اون من آوردمش 74 تا، رفت قهرمان دوم دنیا هم شد، قهرمان آسیا هم شد. شد یا نشد؟ اگر من اون موقع یعنی اطمینان کامل داشتم که این سر 62 کیلو میتونه مدال بگیره، 64 باز بهتر بود، ولی سر 62 خیلی مشکل داشت. امیر خادم موقع نماینده مجلس بود، حتی فکر کنم طرف آقای هاشمی طوا بود که فشار می آوردن بیاد تو تیم که پنجمین المپیکش رو بره. خب من گفتم شما مجید خوده، من گفتم شما میخواید این کارو بکنی، فشار آوردن هاشمی طوا دیگه، ما جلسه داشتیم، گفتم شما میخواید این کارو کنید، برید آقای خدایی رو راضی کنید، یه وسیله یه خونه یه چیزی بهش بدید، بگه آقا تو نره این بره ها. ولی از نظر قانون ما فرستاده میشون لهستان، خدایی برده بود دیگه، خدایی انتخاب شده بود. گفتم خب اون میخواد پنج المپیکه بشه، اینا میخواد یه المپیکه بشه، ولی شما آقای خدایی رو ببر دفترت، یه ماشینی یه چیزی بهش بده، یه خونه بهش بده، تماش کن بره دیگه. نکردم. مربی فرنگی آقای چیز بود، هوریا. آقای سیفی خانی خورد به اسرائیل، شب اومدن تو اتاق ما، نماینده کمیته المپیک هم یه آقایی بود دستش خراب بود یا نداشت یه دست اینا، بعد
دستش چیز بود به نام آقای بهشتی که اسمش هم هیچ وقت یادم نمیره. همه اومدم اتاق، ما فردا یه کشتی سخت داریم، شما بیا کوچ کن. گفتم با من فرنگی، من آزادم، به فرنگی چه ربطی داره؟ نه این آقای حوریان نمیتونه، ما اگه این کشتی رو ببازیم خیلی بد میشه. ما صبح اومدیم و آقای سفیخانی رو پر خشکش کردیم و خلاصه رفت اونجا و اومد یه کاری تندر کنه، گفتم نکن، کرد زد رو خودشو. بعد خلاصه اینه این کار کن اونو کار کن، با هرسی که خوردیم آقای اسرائیل رو برد. روزنامه ها تو تهران برداشتن تیتر کردن اینو، ایران پوزه اسرائیل رو به خاک مالید، ایران فلان کرد اینا. وزارت امور خارجه و مسائل سیاسی، خب بابا اونجا نماینده که وقتی من حراست کردم، بابا نماینده چیزتون بوده، حراستتون، رئیس فدراسیونتون بوده، نایب رئیسمون آقای حلاج بود، خیلی انسان باسوادی بود، بوده. شما اومدی میگی چی؟ شما اومدید به من بگید کشتی نگیر، به من اومدی میگه کشتی بگیر. خب منم رو کش کردم. وقتی شما اومدید تیم منو، نه شما به عنوان اعتراض اینجا تیم رو ترک کنید برید. 10 تا کشتیگی رو یک سال روش، 2 سال روش کار کردی، زحمت کشیدی که آقای ترخاق با چه وضعی ما اومدن اینجا خونه ما، ما رو آوردن مربی تیم ملی و فلان، کاری نداریم. ما رو گوشت کار کردی، تیم رو ساختی، 10 تا کشتیگی رو آوردی سر وزن، داریم میبریم وزن میکشه، شب نخوابیدی. یه دفعه بیان یک گروه از سفارت ایران، از اون وقت شوروی بود دیگه، نشده بود که، فروپاشی نشد، که انگار اسناد محرمانه مملکت ما فروختیم، آو فلان، برگشتیم تیم رو برگردم دن آوردم دیگه. ما هم خب آقا به من نگفته بودن، به رئیس فدراسیون که با هم میگفتن، که اصلا سیاستی نبود ما کشتی نگیم. بعد از اون شد که با آمریکا نگیریم، با آفریقای جنوبی نگیریم. گفته بودید که آقای دبیر کشتی با حاشیه بود، دیپلومات برخورد نمی کنیم. ببینید من کاری با آقای دبیر و حسن حسین ندارم. اصولا رئیس فدراسیون یا پست سیاسی و پست به حساب چیز دیگه، باید حالت دیپلمات باشی. وقتی تو فیلا میری رئیس های فدراسیون میشینن بالا، جاهاشون مشخصه، پس برن اونجا لباس فرم بپوشن بشینن اونجا. با این ادبیات اینا دنیا رو ما حساب نمیکنه، باید یه مقداری تو رفتارش تجدید نظر کن. بهترین شاگرداتون که واقعا به حقشون نرسیدن تو سطح جام المپیک، که چند تا رو نام ببرید؟ بهتریناشون که باید مدال میگرفتن نگرفتن، اکبر نژادا بودن، آقای فلاح بود. فلاح باید مونترال آتلانتا مدال میگرفت، اگه نمیرفت تو حاشیه و کاراش انجام میداد حتما مدال میگرفت. یه خاطره ای من بگم، آقای شامرادوف اومده بود اینجا کلاس بذاره، منم اسیستانش بودم، با هم کار میکردیم به حساب. هی بچه ها میگفتن فلانی شما چجوری زیر میگیرید؟ خیلی قشنگ گفت اون کلاس و بچه هایی که بودن، گفت چی میگید هی به مترجم، گفت چی میگید هی زیرگیری زیرگیری؟ ما 20 سال رو زیرگیری شما کار کردیم، ما زیرگیری رو از شما یاد گرفتیم، شما باید به من بگید. روسا نمیتونستن مثل ما زیر بگیرن، آمریکایی‌ها نمیزن. الان من یه فنی دارم، یه خمدخم میکردم، آمریکایی‌ها رو این خیلی کار میکنن، اسم من هم روشه میگن، فنو میخوام بزنم میگم برزیگر. یکیشون اونجا داره درس میده، بعد گفته ما همه میزنیم ولی مثل برزیگر نیست. همین پریشبا ما اینجا فیلم گرفتیم که بفرستیم واسه اون بابا، ما اینجوری میگیریم رفیقمون.